بهترین درمان هست به خاطر رفع مشکلات. اینو تجربه کنم. بین همه ما منبدل یک تجربه بکنیم، دوامدار دعا کنیم. قومی که دوامدار دعا میکنه، خانواده‌ای که دوامدار عادت دعا داره، یا فردی که دوامدار عادت دعا داره، هرگز گمراه نمیشه. هیچگاه گمراه نمیشه. الله متعال مسیرش برش انتخاب میکنه، چون تو از الله راهنمایی خواستی، از الله چیز خواسته که من ضعیف هستم، من ناتوان هستم، من نمیتونم. الله متعال یک مسیر برات انتخاب میکنه. دعا بهترین مانع برای رفع بلاها و مصیبت ها هست. حتی گاهی اوقات از فرود آمدن یک مصیبت جلوگیری میکنه. باز یک حدیث میخوان: الدعاء صلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والارض. این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خب دقیق باشین، الدعاء صلاح المؤمن، دعا اسلحه مؤمن هست، یعنی به اندازه قوی است که حیثیت یک اسلحه را داره. و عماد الدین، ستون دین هست، و نور السماوات والارض، نور آسمان ها و زمین هست. دعا وقتی که به این اندازه قوت داشته باشه در مقابل مشکلات، باز خیلی قوی است دیگه، که هم اسلحه باشه، هم ستون دین باشه، و هم نور آسمان ها و زمین باشه. پس دعا خیلی قوی هست. انسان ها در مقابل بلاها و مصیبت ها سه حالت دارن، دقیق متوجه باشه. انسان ها در مقابل بلاها و مصیبت، در مقابل غم ها و پریشانی ها سه حالت داره. اولین حالتشان، انسان ها از مصیبت نیرومندتر هستند. یا یک انسانی پیدا میشه که خودش نسبت به مصیبتش قوی تر است، اصلا بارش تأثیر نمی کنه. یا از دید جسم قوی هست، یا از دید درون قوی هست. گاه اوقات یک انسان تحمل سخن یک انسان دیگر نداره، اما گاه اوقات یک انسانی پیدا میشه که سخن هزارها انسان را تحمل میکنه. ای یک حالت انسان است که در مقابل مصیبت خودش نیرومند هست، قوی است، اصلا نیاز به چیز دیگه نیست. یک حالت. حالت دومی، انسان ضعیف تر از بلا هست، خودش ضعیف است. در یه جای دعا میکنه، ادعا از بلا و مصیبت تخفیف میکنه، خفیفش میکنه، سبکش میکنه. گاهی اوقات شما در یک مصیبت گرفتار میشین، در یک درد گرفتار میشین، معمول لحظه امو درد را متوجه هستم، در حالی که الله متعال توانایی ازی را داره که ازی بیشتر ما را درد بده. شاید دعای کرده باشه که از درد خفت کرده باشه، درد را خفیف ساخته باشه، سنگینی درد را به سبکی تبدیل کرده باشه، درد را از وزنش کاهیده باشه، کاهش داده باشه. و گاهی اوقات میشه که ایتو آمده در حدیث پیامبر، بعدا میخونم ان شاء الله، که ادعا و مصیبت انسان که بر انسان پیش میشه با هم مبارزه میکنه. حاکم در صحیح از عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنه که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود، دقیق باشین، احتیاط در برابر تقدیر بیفایده است. احتیاط در برابر تقدیر بیفایده است. دقیق شدین؟ احتیاط در برابر تقدیر بیفایده است. تقدیر چیزی که برات نوشته شده باشه، ایتون درست است انسان احتیاط میکنه، به این معنی نیست که ما احتیاط نکنیم. این گاهی وقت که یک چیز برات نوشته شد، باز احتیاطم کار نمیده. اما یک چیز ادامه حدیث میگه، اما دعا برای او چیزی که نازل شده و او چیزی که نازل نشده سخت سودمند هست، خیلی سودمند هست. هدفش چیست؟ که میتونه که تقدیر تو را دعا تغییر بده. به مو اندازه قوی است. الدعا سلاح المؤمن و عماد الدین و نور السماوات والارض. حتی در حدیث آمده پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میفرمایه، جزء از حدیث است، میگه یک انسانی که دعا میکنه، یک مسلمانی که دعا میکنه و بالای انسان یک مصیبت میه، میگه از یک طرف دعا هست، از دیگر طرف مصیبت هست. از یک طرف دعا هست، دیگر طرف غم هست. از یک طرف دعا هست، از دیگر طرف پریشانی هست. میگه به اندازه اینها با هم مبارزه میکنن، به اندازه این مبارزه کنن که گاهی اوقات بعضی مصیبت ها در مقابلش که دعا قرار داره، تا به روز قیامت اینها با هم مبارزه دارن، نمیگذاره که بیاد پیش. گاهی اوقات که ما دعا میکنیم، به هر اندازه‌ای که دعا قوی باشه مصیبت خفیف میشه، به هر اندازه‌ای که دعا ضعیف باشه مصیبت یکم بالای ما گرنگی و سنگینی میکنه. حالا برای خودتون معلوم میشه که در فلان زمان بالایتون مصیبت خیلی سخت آمد، دعا ضعیف بوده. دعا را قوی بسازیم، با قلب قوی، با تمرکز عالی، با یقین راسخ و جازم، باز خیلی تاثیرگذار میشه. باز واقعا که دعا سلاح المؤمن. حتی رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرمایه، حدیث را ابن عمر روایت کرده، میگه فعلیکم عباد الله بالدعاء، لازم است بالای شما که شما دعا بکنید، بنده های خدا دعا بکنید. ضعف حافظه داره، دعا بکن. مشکلات اقتصادی داره، دعا بکن. مشکلات خانوادگی داره، دعا بکن. مشکلات درس و تدریس و دعوت داره، دعا بکن.
مشکلات محبت داره که با کسی محبت نمیتونه، کسی با تو محبت نمیکنه، دعا بکن. هر نوع مشکلی که داره با خدا در میان بگذار، طور با خدا صحبت بکن مثل که با یک دوست سمیت صحبت میکنه. خدا از تو خیلی به اصطلاح تشریفات را کار نداره، از تو خیلی نمیخواد که با او بلاغت حرف بزنی، با فصاحت و بلاغت حرف بزنی، طور صحبت که گویا با دور از تشبیه با یک دوست سمیت صحبت میکنه. خدای من این مشکل دارم، تو خیلی قوی هستی، من ضعیف هستم، تو حالت من آگاه هستی، تو توانای رفع مشکل من را داری، من نمیتونم از مشکل خود موفق برایم.